ایتالیا ایتالیا خیال کرده آقا به همین مفتی هاست فکر کرده علکی آدم آسفاس میتونه بار کنه گونی استناس با او رو با ادا میاد از ایتالیا ندیده کشت مردشم خشنه من فدش بشم قربونه اون عدش بشم وای نگو من دیبو نشم یک نودر سجل فکرش مولو سوزمونی در به در حلو کفروی نوندونی کاراتوی زیودی شکر خوردنوی من قرد شکستنوی نومد بود برم نودر سسور خواب مول برم گم بمیر خواب من که ما شونی دوستم قصریه خاطر خواهی بیم ولا تصیرم نیه اگر من مردم دیلم ملت بود ناتیدم آلمان ولا پوره دلت بود جلف سوزمانی ناقص قرش مال ولا غیرم نزامونی ناقص قرش مال ولا غیرم نزامونی یه جا همین جا هست من اونو میخوامش اون مثل کیمیاست همین امروز فردا میاد از ایتالیا 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 ناقص قرش مول میاد به مهمونی اینو درست شده عزیز جون جونی خوشتی به سوزمانی میگه به ریزمانی این مرد جلفلو میاد از ایتالیا 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 خواهش دارم ارتفاع کنی افتضاح بلا آوردی اگه تونستی آبروی ما رو حفظ کنی اینجا کی؟ کجا؟ کی؟ کو؟ کو؟ تو رو دارم چیزی نیسته، ناراحت نباشید خانم آقازان. ببینید، این در اثر مشروب زدگیه، چون ایتالیایی ها وقتی مشروب زیاد میخورن، یه همچه حالتی بهشون دست میده. شما یه خورده شونه‌هاش اگر بمالید، من قول میدم حالش جا بود. عرض نکردم این مردی که قابل اعتماد نیست چی شده؟ رفته تو اتاق با کلفت آمنه داره لاس میزه خب ولش کن اینو حالا این جریان خط سرون قاطبه رو چیکار کنیم اگر به فهم زهره ترک میشه همه چی رو به هم میرسیم من معتقدم به هر قیمت شده نباید بذاریم چیزی بفهمیم ولی فردا چی؟ فردا که خط سرونه چیکار کنیم؟ فردا رو بالاخره یک کارش میکنیم من با اجازتون الان میرم یه سری به ابی ایسی بزنم ببینم اون مردی که سالواتوری ایتالیایی چی کارش کرده فقط من باید به هر قیمت شده پاسپورتشو بگیرم برای اینکه برای اکنون لازمه من از نظر وکالتنامه با انور صحبت کردم بهش گفتم بهتر موقعی اخ یه وکالتنامه در قبال یک محلی سنگین به سالواتوره بده که اختیارات تمام مستقلاتو به دست او بسپاره برای استفاده بیشتر آفرین آفرین به این فکر با اجازتون من رفتم شب دراز از قلندر بیدار آقاسی نوبت ما میشه که بزنیم بزنیم تو دستت باشه با اجازه خواهش خیلی چهار چه عجب که ما نشستیم یه که دا جیگاری میکنی آقا یه که تا داداش باره ببینیم آره یک قشنگه گشادی برآمد مستر ابی خواهی تو بکن بابا آی به چشم آی به چشم جفت بند
این یکی اینو بگی دستت باشه خدمتتون، این یکی اینم باز دوباره یکی بفرمی. اول اندش بدین اگه فرصت کردی یه چند تا جفت بیار. چند؟ دو بامندش. این رسم ولیت خراب شده یه شما که تو خونه بزنن رو پاچنن. خب ما اینی میزنیم و بلند میشیم. نه اگه... نه نمیخوام درم واکنم. ببینم ابی خان، دوست داشتی سرطان گلو داشتی، این زخم معده کلام داشتی، هر روز صبح به صبح من باز دوباره عود میکرده، اما بازی دین من بود. باش شب برو بابا مرد ناحسابی و چرتو بزن تو این بادرون انگاش میچرخونم و تو اصلا کار کاری میکنی؟ نه میچرخونی، چرا بازی رو به هم زدی؟ دوست داشتم برنامه برنامه؟ آره برنامه برنامه زایمونه؟ آره دوست داری سزاریانت کنم؟ آره دیگه مثل اینکه کاجوتون زیاد شده شروع کردید به ار کردن جفتک انداختن. حالا این ازی تاس میگه یعنی جفتتون خفشید. خجالت نمی کشید موقع ماموریت اینطور به سرکول هم میپرید؟ اقلا جلوی ژیگولای خارجی خجالت بکشید. آمده بود به غیر از من یکی دیگه آمده بود تو و چکار میکردید؟ قربان به خدا فشار درمشو بس کن. سرش دوبار پلیسی کیان سیتی دوبار انبار زمان خفش میالی لشات نر گذاشته میاد. پاسپورت پاسپورت تو بده به من. آه پاسپورت تو پاسپورت بده یا پاسپورت تو بده به من. سوام میلیارداریو واسه میگم میلیارداری یا پاسپورت چیکار میکشم بیرون رات میاد نه یالا پاسپورت Excuse me, sir. Can you speak English? Yes. You are? Maybe. Maybe you get out there, mate. با اجازه بسی درست گوش کنه چی بهتون میگم. این از اون عربه های روزگاره که 40 تا امثال من و شما رو میبره لب چشمه و تشنه بر میگردونه. کاملا مراقبش باشید. چشمه اگر یک لحظه غفلت کنید کار دستمون میده. غذا به اندازه کافی اینجا هست. هر 4 ساعت به 4 ساعت یکی تون نگهبانی میدی یکی تون میخوابی. چشمه کاملا مواظبش باشید. اطاعت بتنم بومه نجه ولش کن بابا جی من پردم میاد از این آنچه بله نوشتن کردن اما یک کاری میتونم بکنم تخته یادت بدم اما بعد از خواب آقا جا نایت من باشم بابا جانا کنم یه جونه حبی بهش کن تو هم بخواب چی گو؟ لالا اصلی لالا مستقلات داره. قدیم گفتن کور کور میجوره آب بودارو اینجا باید درست باشه. وقتی که اینجا درست شد آدم همه چی داره. اعتبار باید درشی جمع کنه کیفشو انور کنیم بزنه. اصلا انوره جوان شده ایتالیایه به ساخته 20 سال جوان رو اومده. خب معلومه بیرم شروع بزنیم. نمیدونم این حسین محمد چرا پیداش نشد. حسین محمد دلاتو میگه. خب مگه نگفتی که امروز خط میسونه؟ چرا خبرش کردم الان 2 ساعتم هست که حبیب رفته دنبالش. خب حتما توی ترافیک گیر کردم. میدونی که از ته شهباز تا اینجا 2 ساعت راهه. نمیدونم آقای نوزیسی تونستن این جریان رو به سالواتور حالی کنن یا نه. آره عزیزم آره الان 2 ساعت تمومی نوزیسی تو اتاقای بالا داره باش حرف میزنه. باید راضیش کنه به این
سادگی ها که نیست، باید بهش بفهمونه که این رسوم هم جز آداب و رسوم این کارها، هم این که برای بهداشت و نظافت لازمه. اونا چی این چیزا سرشون نمیشه. مزرد هم حامله حامله بیا آقا، برو بالا ببین آقای 93 و آقای سالوکره چی کار کنن. بشون خوب بیان پایین مهمونم مزده. نه عزیزم، نه نمیخواد تو بریم، من خودم میرم یه سر گوشی به آب میدم ببینم دارن چی کار میکنن. خیلی متشکرم، تو برو به کارات برس، من خودم میرم. آقا محرم یه دقیقی. آقا متشکرم. آقا محرم دونو جبا برو سر خیابون ببینیم اون محمد دلاک و حبیب پیداشون شد یا نه. چشم متشکرم. اول به فکر چک و سفته هایی که تو دست من داری باش، بعد تصمیم میگیرم. خدا به سر شوید است، خدا به سر شوید است. شخص بنده حاضرم 25 سال به زندان بدون ملاقات مجردی برمم، اما دوباره ختم نشوم. آخه نادرسته 90 سبور که به تو گفتم 90 نیست 93. خیر خب آقا نادرسته 93. آخر کدام بنده بخ برگشته خداونده مادر مرده ای تابار در زندگی خود را دوبار زیر تیر خط انداخته است که شخمت هم اندازم آقا. تمام حرفاتو زدیم، حالا گوش کن من چی میگم. فعلا بلند شو بریم پلو مهمونا، خودتو به اونا معرفی بکن، بعدم که دلک اومد باهاش بلند شو بیای اینجا، بعد من تمام کارا رو به نفع تو تموم بشی. نمیتونی تو مسابقه شمشیر بازی شرکت کنی. دگ شخص بعد شمشیر ندارم. چرا اینقدر لفتش میدی؟ چرا نمیای مهمونا منتظرن؟ داره گندش در میاد. ای خانم دستم به دومنتون، خانم دستم به دومنتون، به جوانی شخص بنده فرزند لو رحم کنید. خدا به سر جای دست شخص بنده اگر قرار باشه دوباره خط بشم بدون بهم پل داروی خود رو از دست میدم. خود شور دارایی تو ببرم تو چرا این دارایی خودت فکر میکنید؟ یه دارم به سرمت انور زمان فکر کن که فردا همش مال تو میشه. بدبخت بیچاره مردا که انور زمان چی؟ بدبخت بیچاره چیه؟ حالا که عمر زمان زنه تو شد، تمام دارایی و ملک و ثروت و هر چی داره یه جا میرسونه تو. بله خب من در قبال این زحمتی که تو با تمام کشیدی بالاخره یه چیزی به تو میدی؟ اقلا چک و سفتاد از من میگیری، زندان نمیری، این سر سالی اقلا میری سر خونه و زندگی کنه زن و بچه. خب اگر قرار باشد چند بعد دوباره خط بشم، من با کدوم خوب رو احتیاط برگردم سر خونه و زندگی خود؟ از من جواب سر بچه خود را بدم. آقا پول ثروت بدون داشتن دارایی به چه درد شخص بنده میخورد؟ هر چی خواننده بازاری و خاکی و کوچه‌ای و خیابونی برات دارم. جان تو عربی واسه دارم. Thank you.
در اومده. گل خندونم دانشم گیر با ما خورده و سندونم بسیسه که مردم خواهم حالا بخشی رو بردی رسه باشته همین الان ما سدویم فدای تو دفعه دیگر به کسی که گفتگو تو جوابش ندادی خب شخص بنده جواب رد کردیم برو خود شما بی زحمتی بگین تو وای من که خودم تو خوک اولم بر سر تو جلفین و نادرسین و قرمش خدا خدا نم رو خدیم میرین تا خدا چی کار میکنم آخر خودم تمام پیچ مروه بدن این لقین و نوبه شما وقتی که شبها به منزل رفتین و تمام اهل خانواده برای شما حض کردین و گفتین و که نونوورد نونوور ما اومدین و ای کندماغ شیزالی اینقدر سر به سر من نزار بدی به اندازه هیتلر بدی آنو آنو حبیب و اسم احمد دلاش اومدن بله سلام هم سردیم سلام اسم احمد خوش آمدیم چرا دیر کردیم؟ خانم آخه ماشینی که ممریزه توش جا بگیره پیدا نمیشد آخر ما استادیم با یه وانت روباز آوردیمش خیلی خوش اومدین اون شد شاکرتم خانم عبدیم و عبیدیم خودشو کبدلیم خودمون ممریزه کارتمون خیلی تیزه حالا بایدازه شما شروع میکنید بچه کجاست؟ بچه؟ کدوم بچه؟ همونو که ما باید تدبیرشو بدیم بچه نیست اسم احمد نامزد منه نگاه کن ببین اون آقای ایتالیاییه که اونجا نشسته یه پاپیون پاپیون سرمه ای داره نگاه کن اونجا سن خیلی بالاست خدشون زیاد میشه ها تو یه کاری کن که اذیت نشه هرچی میخوای بهت میدم اذیت چه خانم خاطرتون زن باشه شما خودتون که ما را بهتر میشناسید ختم کردن ما درد از کمتر از ناخن درفتن از اون گذشته برید بپرسید کارد ممتیز حکمت داره به تن هرچی برسه را طرفیش بازه خیلی شما کارتون شروع کنید هجلم بالاست حالا یواش حرف بزنیم بذار کار خودمونو با روش خودمون شروع کنیم شدم از دامن چشمه
جون تو من مستم، برو ای دل بری من تنگ غروبه، بعدمون باش دون دوچه بنبخه. اینو میدونم، اینو میدونم، اینو میدونم، اینو میدونم. برکلم بارکالا. 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 گوش حس آمد. میخواستم بهت بگم ختنه بی ختنه. یعنی چی آقا؟ ما یه نوندنک مرحوم اعتبار کلام رو خوردیم، حالا خانمش یه کار از ما خواسته انجام ندی؟ نه، منظور من اینه که این یارو اصلا مادرزاد ختنه شده است. بعد حرفای نشنیده. گوش کن. مگر ختنه مادرزاد داره؟ گوش کن چی بهت بگم عثمان مرد. این یارو ایتالیاییه. یه نژادی از ایتالیایی‌ها هستن که اینا وقتی که از مادر به دنیا میان ختنه شدن. در هر حال اینو تو بگی، اینو بس تو جیبه. ضمناً صداشو در نیار. بله. هرچی هم دست مزدت از خانم اعتبار میگیری را تو میکشی میری، یه شانس هم داری. و اون اینه که میگن ببین عثمان محمد چقدر خوش دسته، از این وقت خطه میکنه از اون وقت طرف پامش را میفته. ای والا بابا، ای والا، بنازم به اون فکر هوشتون. انشالله چه سر یه خطه دیگه ما بتونیم جبران خوبی های شما را کرده باشیم. قربون تو برم، خیلی متشکرم. تا با این چشمای ما نبینیم باور ما نمیشه ها. خیرخواه اشکال نداره، بفرمایید. ببین بعدم به موقع بهش بگو یه داد بزن و تموم کن. برو جونم. راحت باشه دلال جانم، خریدم دو والحمدلله. آقا نواسی چی شده؟ آقا نواسی کاملا آسوده باشه، سفارشات لازم کردم که اذیتش نکنه، الان مشغوله. میدون گل که نیست، ناسلامتی ختم سروره. Yeah.
داره بابا تاس گرفته اینو باش ما خودمون تختی داشتیم حالا درست با تاس میگیره دوباره برید قبول نه قبل از اینکه تخته رو یاد بگیره ها داره رای تقلب رو یاد میگیره این ناکسه همین جوری هم دیگه از خودم ارزون میزنم دوباره گرون به خودم میفروشم یلا بره یا چلا دو پیاز داره بابا شلوغش نکن بینید اوکی اینو باش چی کو بهتره ابا سلام ابی چطوری عوضی قربونه تو آها لفتش نده گوشی رو بده دست اسیس حرف بزنه شما این سوال رو که بسته کنم نو گردم اسی با تو عشقته فتنه و همش نزنی آقا با تو حرف بزنه شان تا خواهی اینجور که بشته ده من هم بهش دادم خیلی کار خوبی کردی الو سلام علیکم چطوری نانا خیلی خواب دیگه الان کجایی کافه؟ آره الانم باید برم برخصم آها چه خبرتونه یه دقیقه جلو اون زق و زوقتونه بگیرین دیگه یه دقیقه آروم گوش کن ده گوش کن به چون اسی دلم وسط یه ریزی شده بود ببینم به این میگن عشق به این میگن صفا آخه مرد تو الان چهار روز زیرابی رفتی اگه یه نم چرده دیگه داری ها راستشو بگو با ما موش گربه بازی نکن این حرفا کدومه مگه جریان رو بهت نگفتم جون تو دست و بالا اون بد جوری بنده این حرفا چیه بابا تو میزنی ما یه موی تو رو نمیده به سخت بس جاره سگه کی باشه اگه از با سیر شدی ها مرد و مردونه راستشو بگو ما هم به فکر خودمون بشیم ببین چی بهت میگم تا که 24 ساعت تو این کافه ولو بودی یا جا خوش میکردی چطوری یه دفعه غیبت زد چطوری ها به جون اسی چشام بابا گوری در آورد عباس که به در این کافه وامونده زل زدم و از تو خبری نشو آره بابا یه یارو ایتالیایی زبون نفهمه آره چی نمیشه نمیشه چیه اون خارجی هم برش دار بیاره عشق دیگه بابا ببین چی بهت میگم میز جلو سرم میدم براتون نیجر دارن تو بمیری خوش میگذره منتظرتم دیگه ببین بعد از ظهر منتظرتم ها بابا اینه تازه فهمیدی این کافه 24 ساعته بازه درست این اورژانس ببین قالم نذاری یه موقع ها منتظرتم ها خیلی خوب بابا خیلی خوب خیلی خوب حالا ببینم چی کارش میتونم بکنم باشه قربون تو نازتو برم چه؟ کافر افتادی؟ نامستب پاشو تو یه کفش کرده میگه حتما باید بیاییم کافه خب بریم دیگه بابا عشقته دیگه قاتلتو میقد دیگه اینو چی کارش کنی؟ میبریمش کجا میبریمه؟ کافه این رئیس بفهمه چی کار میکنی؟ نمیفهمه بابا آمدیم توی کافه آقا نفهمید ایشون ده در رو چی کار میکنی؟ سگه کی باشه؟ من هواشو دارم نمیدارم جام بخوره بابا اصلا باش حرفامو میزنم سالواتورینو تو من اسید با هم رفیق درست میخواییم با هم بریم کافه کافه سادن زرگی دیدیم کاباره سیسیلیو ام بیاچه این کاباره تو ام بیاچه باناره باناره عرض نکردم خدمتون خانم مختصر که اوس و محمد خیلی خوش دسته ملاحظه فرمایین دیروز سنت شده امروز بلند شده راه افتاده رفته بیرون خب الحمدلله این مراسم سنت کنانم به خیر و خوشی برگزار شد حالا بایستی فکر عقد و عروسی باشید هرچه زودتر به عقیده من باید این مراسم رو بی دنگ فنگ و خودمونی و جمع جور را بندازم میدونید که
مردم میان میخورن و پشت چش نازک میکنن و لیچار میگن دیگه. ولی آخه بالاخره باید یه چند نفر رو دعوت کنیم. میدونم درسته، ولی نباید بذاری همون چند نفرم با سالواتر قاطی بشن و ببیننش. خیلی دیر کردن اینا، چی شده؟ هیچی، 93 میگفت موسیو سالواتره میخواد چند تا تلگراف به ایتالیا بزنه و کارهای تجارتیشو سر صورت بده. از طرفی هم اینجا میخواد تو کارهای صنعتی یه سرگوشی به آب بده تا ببینه اگه اوضاع رو به راه باشه یه چند تا کارخونه علم کنه. آره راستی ببینم خانم مفخم، نظر شما چیه؟ یعنی میفرمایین که ما تو همین خونه مجلس رو برگزار کنیم؟ مجلس عروسی رو؟ پس کجا میخوای بری؟ هتل یعنی چی؟ پس بعد هزار تا حرف از توش در میاد. اصلا میدونی چیه دختر جون؟ بذار صاف و پوسکنده بهت بگم، این شوهر تو یه تیکه ناب و لقبه یه چرب نرمیه که همه زن و دختر رو واسش سر دست میشکرن. همین. متوجهم. باور کنین من نمیدونم محبت های شما رو چجوری باید جبران کنم. آخه من هرچی زحمت دارم افتاده گردن شما. ایشالله که بتونم یه روزی جبران بکنم. خواهش میکنم این حرف رو نزن که از دل قر میشم. این زحمات و این کارا ارزش دوستی. سلامین رو سلام شادوما ساخ شنشاد دلم شور افتاده بود سادی جون. شرفنده رفته بیرون گشتین و تلا شرفنده برای شما خیلی شور زدین جون. چه خبر؟ کجا رفتی؟ چه کار کردی؟ سالواتور با چند نفر از منشی ها و عرض کنم حضورتون که کارگرانشون و سرکارگرانشون در ایتالیا و اروپا با تلگراف و تلکس صحبت کردم و دستوراتی دادم. ضمناً از دفتر منم با چند نفر از دوستان صمیمیشون در امریکا تماس گرفتم. بله امریکایی نو. بله بعد با یکی دو نفر از سرمایه دارای بزرگ ایرانی هم یه تماسی حاصل کردم برای که تصمیم دارن در نزدیکی‌های آب‌علی یک کارخانه بزرگ احداث کنن. کارخونه یک کارخانه به تمام معنا مدرن و جدید. این کارخانه از زباله و چیزهای پیش با افتاده و آشغال مواد پروتئینی و مواد غذایی تهیه می‌کنه. احسن. البته شما می‌دونید با کمبود مواد غذایی در سر تا سر دنیا این فکر و این مغز چقدر اکونومیک و اقتصاد داره، یعنی میدونه در چه رشته‌ای سرمایه گذاری کنه. آفرین احسن. خوب مبارکه مبارکه. خوش دارین. بدبختانه باید به عرضتون برسونم که جریان عقد و عروسی رو باید عقب انداخت. چرا آقا چی؟ خب شخص منده باید به فورین و به ایتالیا برگشتیم. با منشی هاشون که در ایتالیا تماس گرفتن به یه مقداری پول برای تنظیم قرارداد و خرید زمین کارخانه احتیاج دارن. بله شخص منده باید فیل فول با تیاره به ایتالیا برگشتیم. خیلی بد شد نوید جون. مثل این که مرغ داره از قفس میپره. ببینم 93 حالا هیچ راه دیگری نیست که موسیو سالواتره نره به ایتالیا. فلا فقط تهیه پول و شما هم که مستحضر هستید فعلا خود من یه همچی پولی تو دست بارم نیست. بله با کمال افتخار تقدیم شما. بله خب ایشون که بی اعتبار نیستن. چقدر مگه پول میخوای؟ بله ناقابلین و کوچیکین و لیزین و بیارزشین و یک 8 میلیون تومن. تومن اینو 8 میلیون تومن؟ این که پولی نیست. همینجا واسهش راسویس میکنیم دیگه. نره ایتالیا، همینجا مراسم عقد را بندازیم. ما همه تدارکات دیدیم. 93 مگه نه؟ آخه مستظر هستید خانم مفخم که به این سرعت هم الان نمیشه این مبلغ را تهیه کرد. خب یه کاریش میکنیم. ببینم انور جون تو یه پولی تو دست و بالت نیست که نذاریم این یارو بره ایتالیا. خودت که میدونی رفتنش به صلاح نیست. شاید بره برنگرده، شاید رأیشو بزنن، دنیا هزار جور اتفاقه. والا من 7 میلیون تومان پول اون باقی رو که مال اعتبار بود که قطع قطع کردم فروختم تو حسابم دارم.
ولی آخه 500,000 تومان که کمه هنوز. خب کم و کسریش هم راست و ریس میکنیم، اون 1,000,000ش هم من جور میکنم. خواهش دارم خانم، خواهش دارم همینجا نگه دارینو. شخص بنده به هیچ وجه من الوجودینو نمیتونم از کسی پول قبولینو. اختیار داریم بس یه سال باداره پول و بانوان قرم شما تقدیم میکنم. شما میرید ایتالیا برمیگردید پول ما. خواهش دارم اصرار نکردینو. حالا که زیاد اصرار کردینو، خیلی التماس نمودینو، ناچارینو قبولینو. چک شخص بنده رو دادینو. از شما همت کنید چکشو بهشون بدید. الان میرم دست چکمو میرم. ای قربان چشمون شعلای شما شخص بنده رو رفتینو. اول زمان اینو برای محضب شخص بنده شما رو به کشور بستانی شاخ آفریقا بردینو. شخص بنده و شما دو نفری وسط دو شاخ آفریقا کف زیاد کردینو. واقعا خوب بودوین. خوب گوشاتونو باز کنین. به محض اینکه چکو گرفتیم میریزی به حساب من. ولی پرسنتاج تو هم محفوظه. چشم. خب حق و حقوق خود صاحب اصل کوریه چک چه میشود؟ حق شخص منده کجا میرود؟ خوبه تو یکی خفه خون بگیر بشین سر جا. شخص منده خفه میشود. آره مستدینو شما راجع به شاخ آفریقا یک فکری کردین. بله انشالله که خوش بگذره. سلام 70,000,000 ریال. آخی متشکرم. 70,000,000 در وجه حامل امضا خوشگلینو. خیلی خوشگلینو. خب اینم از این مبارکه. حالا به فکر تدارک عقد و عروسی باشیم. این مشکلم که مرتفع شد. ارکستر محترم و خوانندگان عزیز رو خود شخص بنده شخصا دعوت کردید. میخواد که ارکستر ایتالیایی در آخر خونم. ارکستر ایتالیایی کجا بود؟ از ارکستر ایتالیایی بهتر است برم و توی همین شوهای جدید التاسیس و جدید الاحتوز جرفگری بنماید. شخص بنده میخواهم مونسینو و انترینو رو دعوت کردید. تمام من ارکستر و خواننده دختر من. خیالتون راحت. بله پس من تو بهتره انور جون مفهومی رو انتخاب کنیم. خواهش میکنم یه ورق کاغذ بدین دستور بدین بیارن. خودم میرم میارم الان. عوضی کی؟ مونس کیه؟ انتر کدومه؟ باز حرف مفت زدی؟ خب مونس سکروتر محترم بونگوی شادمانی خود شخص بنده است و مخمل هم انتر محترم ایشون است. خب اگر مونس و مخمل در مجلس ضیافت شادمانی شخص بنده شرکت نکنن کی میخواد شرکت کنند آقا؟ یعنی چه؟ آخه چرا چرند میگی تو؟ کی؟ تو با آوردن انتر میخوای اینجا آبروریزی در بیاری؟ که همه بفهمن تو کی هستی و چیکاره ای؟ خب آقا شما چه پدر کشتگی با انتر داری؟ خب ببینم اصلا مونس و مخمل بکنون شما کدوم یک از خوانندگان محترم رو میخوایید دعوت کنید؟ نه کدوم یک؟ من یک ارکستر بزرگ ایتالیایی و چند خواننده تاپ دعوت میکنم که سطح مجلس رو ببره بالا. تاپ رو همینجا نگه داری؟ خوانندگان تاپ؟ بی توپ. برای اینکه ممکن است همین خوانندگان محترم توپ یک مرتبه با توپ بودن خودشون سطح مجلس رو از اون بالا تلپ بندازن پایین. خواننده آقا فقط خواننده کوچه بازاری و مردمی و خاک خولی. خدا به سر شاهد است اگر غیر از خوانندگان کوچه بازاری و خاک خولی یک فقط خواننده جلف دعوت کنی شخص بنده به هیچ وجه من از وجود وظایف دامادی خود رو به جا نمی آورم. رقص هم خونم فقط رقص عربی. Thank you.
و مهاجران امور توسط تکتور درخشان آدم یوگا استاد بین‌المللی یوگی ما که مو را در بدن شما سیخ خواهد کرد. این شما و این هم یوگی ما دو متشکرم. حتما برای ماه عسل می‌خوایم بریم ایتالیا دیگه ها؟ نمی‌دونم هر جا که سالی دوست داشته باشه. نخیر خونم، نخیر. ماه عسل فقط شوخ افریقا رفتین و کشور زیبا و باستانی شوخ افریقا. چی؟ شوخ افریقا؟ بله، شوخ افریقا. شخص بنده یک بار برای کاروی تجارتی به شوخ افریقا رفتین و خیلی کیف کردین.
قدری من عذر زیبا بین تو شوخ و افریقا دارد که نهایت ندارد. خدا به سر شما ایدن انشالله خدا نصیب شما کند بد بکی بین تو شوخ و افریقا رفت کف کرد.
آتشپاری تهران، رخصن دلها، ستاره درخشان عالم هنر، هنرمندی که با صدای شورانگیز و رخت هوس پرور خود شما را بر بال ابرها می نشاند. این شما و این هم ستاره شبها تمارا. خانوم ها آقایون تقاضا میکنم چند لحظه سکوت کنید برای اینکه آقای عاقب تشریف آوردن تو. بفرمایید.
نه ایمد نه نه خبری آتش نیست. ببینم جواب آقا رو چی میدی؟ جواب آقا رو چی بدی؟ تو رو بگو که نمیگفتی بریم کافه، بریم کافه. جوابشو من میدم، بفرما. حالا جوابشو بده. نفهمیدم. حالا دیگه ما قصر من شدم. تو میخواستی بری با فرد جونت عشق رو صفا کنی. حالا تو از کوزه رو سر ما میشکنی. دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه. چیکار کنیم؟ نمیدونم، منو نمیدونم چیکار کنم. بعد بهش تلفن کنیم جریان رو بگیم. ولی لوز اون بریخ میشه. من یکی که چیگر تلفن زدم شو ندارم. هر کار میکنیم خود میتونی. به من هیچ ربطی نداره. ببینم مگه آقا حالا دفتری؟ دفتر چیه بابا؟ خب آقا بهتره این که قبل از جاری شدن صیغه عقد اون وکالتنامه رو به امضای خانم انورزمان برسونید آقا. بله بفرمایید خانم، این وکالتنامه که هست بود امر تنظیم شده. به موجب این وکالتنامه سرکار خانم اختیار اداره تمام املاک و مستقلات خود را به شمع مندرج در متن وکالتنامه با آقای سالواتور سالواتوریه نقل شاهدامان واگذار میکنه که به هر مرد که علاقه داشتن اونا را اداره کنه. حق فروش و واگذاری موزیر همین وکالتنامه به ایشان واگذار میشه. بفرمایید بفرمایید اینجا رو امضا کنید. بله زودتر به امضای خانم قلم خود دیگه. آقای 93 تلفن با شما کار داره. کی بود؟ میگه اسمم اسیه. اسی؟ بله 93 الو سلام بگو چه خبر شده؟ والا قربون این ایتالیایی رو گرفتنش. یه پاسپان با یه مامور آگاهی. آخه تو کافه ما رفته بودیم. مگه بهتون نگفتم که ازش مواظبت بکنید؟ بلایی به روزگارتون بیارم که تا عمر دلین فراموش نکنید. فعلا کدوم قبرستونی هستی؟ تو آپارتمان شما. خاک بر سرتو کنم. فعلا همونجا بمونید و هیچ کس هم تماس نگیرید تا ببینم چه خاکی میتونم به سرتون بکنم. مهرم فوراً برو ماشینی بیار پشت در عقبی. گوش کن من و خانم باید فوری از اینجا بریم. چه تو باید شدار چه تو خانم انور زمان خانم انور زمان برسونر حسوم قربان علی آیا حاضرید با مهریه ذکر شده و عقد و ازدواج دائم آقای سالواتور سالواتوریه یعنی شرط بنده فردیکو سالواتوریه در آیین پدر مرحوم سرکار بنده خدا رحمت کنه خدا رحمت شد خانم انور زمان فرزند مرحوم قربان علی خان. بله قربان بله دستگیرش کردیم ولی تکذیب میکنه اما حتم داریم خودشه به حرفش میاریم. خداحافظ شما. بله بله جناب سرما خودشه خود قاطب است. یعنی بعد از 18 سال من دیگه شوهر خودم رو نمیشناسم. مالدتی مالدتی خودش به کوچه الچپ بزنید خودش به موش مردگی بزنید یعنی فیلم بازی بکنه. حالا دیگه منو به چامو لخت و پتی و بی خرجی دم ایدی میذاری و میری پی عرق خورید. اگه بردمت قاطب خونه یکی به لایسنت بیارم که بخرم بوی خام. خانم این تلفن نون لا کونسکو questa donna è pazza. Io sono un miliardario italiano. Ostraga! Ma detti! شیطونه میگه گاهی بزن تو مراجه خانم خوش کنه اون خوش کنه خانم کی سیته خوشی نه میلیاردریو ایتالیانو گوش کن آقای قاتله گوش کن اینجا برادر دیگه تیرت به سنگ کنه. بله. بهتر از رول بازی کردن دست برداری بذاری ما به کارمون برسیم. کی سیته پولیزیا دو وان برزن من
یو سون ان میلیاردر یا ایتالیانو هاشا میکنه هاشا میکنه میگه من ایتالیایی هستم میلیاردرم هستم یمون میکنم همینه میگه آره ارمای باباش نمیدیه میشاشه جفت کفش ندارم پشو بخونه دیگه ملدتی یا سرگا سرگا ملدتی سرکار پلود نبود اجازه بدید من یه علی نشد تندره من پتوه قضیه رو در میارم ببینم حرف حسابت چیه مستر قاطبه Can you speak English? Sì, signor. A little. Who are you? Who are you? های فارسی حرف بزن. نه خانم اجازه بدید من دارم خارجه ای صحبت میکنم. Who are you? I am an Italian man. I am Salvatore Salvatori. I am an miliardario italiano. میگن من ایتالیایی هستم. تو روم متولد شدم. اداره جات اصلا زن و بچه ندارم. میگن میلیاردرم هستم. میلیاردرم هستم. میلیاردرم هستم. میلیاردرم هستم. میلیاردرم هستم. تو خونه بچه ندارم. مدتی مدتی. دروغ میگید. ارما باباش خود شما اون کوچن چپ زدید. خانم شما اجازه بدید من فقط با زبون خارجی ازش در میارم الان باش خارجی صحبت با این برنامه پیشنهاد میکنم که یک مترجم بیارید نخیر هیچ نوع احتیاجی به مترجم نیست خیلی خودت من خودم باش صحبت میکنم هی مستر موسیو قاطبه لسن لسن پلیز I want I won! ولی رو بگو دیگر قربان اون ولی گفتن شما رفتین و ولی رو زودتر دادین و حیف بدا خانونم برزبان آقا سیف با میشه فرزند مرحوم قربان علی خان آیا حاضر هستید با شرایط ذکر شده به عقد و ازدواج دائم آقای سالواتور سالواتوری فرزند مرحوم فریدکو در بیایی؟ بله رو بگو دیگر اگر این اتاق باشه نمیذاره ما به کارمون ادامه بدیم بفرمایید بفرمایید بیرون سلام بیرون بفرمایید بیرون خلافا بفرما بیرون خانم یک کسش ببرش بیرون شما برو خب بالاخره عروس خانم کجاست قربان عروس خانم قش کرد و کارش به بیمارستان کشید جناب سروان منم از این آقا شکایت دارم این آقا هزار وعده وعید به من داده به من گفته میبرم تو ایتالیا کاری میکنم که جای سوفیا لوری چینا لولو برچیدا رو بگیرم چینا شما چرا باید به حرف اینجور آدم ها گوش بدین خانم اینجور آدم ها هزار تا چاقو که بسازن یکیش دسته نداده ایتالیا کدومه هنر پیشه چیه این بابا آه نداره که با ناله سودا کنه اینا همه هم پرونده های کلاهبرداری این آقاست توف تروت بیاد حیف اون تانگویی که با تو رقصیدم خواهش دارم خانم خواهش دارم جلوی اون زبان سهمولتون رو بگیرید جناب سروان از دست همگی از دم گست شکایت دارم
بگی بشین سر جاد، مهمونه که روبدی صاحب خونه هم میشه. خواهش دارم آقا، خواهش دارم. چرا توهین میکنید به شخصیت شخص بدن؟ چرا توهین میکنید؟ بگذارید شخص بدن با مقامات بالا تماسی بگیرم تا شما رو از نون خوردن به نظام مخ بفهمید با کی طرف هستید. شخصیت شخص بنده رو به جا بیره پسر خوله رو بگیرید. سر جاد بشین سر جاد. اگر ما بخوام به پامپوز در کردن ها و قپی اومدن ها توجه بکنیم، باید از یه روزه تمام استخونامون آب بشه. بشین سر جاد، ما تا وقتی که وظیفمون رو انجام میدیم از این اهنوتر با وایمه ای نداریم. یه نگاهی به پرونده هات بکن. اخاذی از جوانان برای هنرپیشه شدن. کی؟ اخاذی از آقای محسن سورچیان بابت خانم گوگوش. کی؟ کتک زدن جوان دیپلمه به جرم درس خواندن. کجا؟ آدم دزدی. کی؟ گرفتن زن دوم بدون اجازه زن اول. خیلیه تا دلت بخواد اینجا پرونده داری. یه جوری میفرستمت بری زندون که با برف تابستون از زندون بیای بیرون. ببخشید جناب سروان، اگه اجازه بفرمایید من و موسی و سالواتوره از حضورتون مرخص بشیم. خواهش میکنم خانم، اجازه ما هم دست شماست، شما میتونید. ولی آقای سالواتوره دست کمی از اون آقا نداره. ایشونم قاطبه ایتالیاست، کلی اونجا پرونده داره. پلیس بین المللی هم در به در داره دنبالش میگرده. شما میتونید تشریف ببرید، ولی ایشون باید تشریف داشته باشه. کی؟ این یکی هم؟ هی، ای به خشکی شانس. زندگی، توف به تو زندگی، این همشه زندگی هم. برادر دیگر نراحت نباشن، قد بغض نکن، بغض ممید ترکت توف به تو. برادر تو شانس رو بدی، جرمت فقط ولز کردن و فروختن عدیقه جان. بنده رو بگو، شخص بنده رو بگو که اصلا خودم شخصا قلومی از کار در آمدن. شانس دیگه داداش، چی کارش میشه که؟ رفقا پشکل رنگ میکنم، جای فیروزه و یاقوت اصل میفروشن و راست راست را میدن. درسته. ما آمدیم یه آهو زیر خاکی رو آب بکنیم، ما رو گرفتن انداختن این پول. هر کی هم که این تو بیفته ایشکی به فکرش نیست داداش. خواهش دارم آقا، خواهش دارم زبانت رو گز بگی. هیچ کس به فکرش نیست. لابد ما رو با آدم حساب نمی کنی که این صبح تا غروب به فکر شما هستیم. چه معنی داره داداش؟ تو هم که به درد خودت گرفت. شما چه کار داری به درد شخص بنده آقا؟ شما چه کار داری به درد شخص بنده؟ تو اگر دلت میخواد از این اتاق بیکرایه خلاص شوی بروی فکر و زندگی، فقط کافیست لب بتره کن، یک کلمه لب بتره کن. شما میتونین کاری بکنین. برو بفرس آقا، برو بفرس. کلیه مقامات مملکتی صغیر و کبیر ریز و دروش اداری و کشوری و لشکری منتظر یک فقره کرت توصیه شخص شخیص بنده هستن. برا بپرس اوگو، برا بپرس. آخه دروش پس این کار در حفظ هر کی بکنه حرفی نداره. چرا واسه خودت یک کار نمیکنه داده؟ وسط خودم هنوز زود است، وقت دارد. وسط خودم هنوز موقعش نبست، ولی تو اگر بخوای زندون آزاد شوی و آزادی خود رو به دست بیاری فلفو، آزادی شما برای شخص بازم نیست که خوردن یک لیوان آب خوردن. واسه هر زندونی این کار رو بکنی آرزوشه به خدا، آرزوشه. واسه ما چیکار میتونه بکنی؟ همه کاری میتونم بکنم، مهمترین کار هم آزادی شما. منتهای مراتب، منتهای مراتب دوست دانشمند اتاقی محترم، این کار یک مقداری به فهمی نفهمی یک مخارج کوچیکی دارد. شنیدم. بله بله بچه، بله سیگار کشیدن که نیست. باشه باش، اگر مطمئن باشم حرفی نیست، پیغام بدم برام درست کنم. و زودتر پیغامت رو فرست شدیدن بپرسم. خیالت هم از هر جهت تخت 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 باشم. خیال کن الان آزادی توی کوچه خودت، اون کوچه خاکی منظور تو کجا بود؟ گمرک؟ گمرک تو اون کوچه خاکی تیر چراغ برق الان خرابان خرابان داری را میروی و آجیل عزیز خود را داری میشکنی. آوری بار بار داداش تو هم رفتنی هستی. داداش ما هم رفتیم. بله بله آقای قاتبه، سر خدا همیشه یک کاری هم واسه ما بکن. برای آقا برم یک کاری هم واسه ما بکن. بی مویف
فتیل است. برای آدمی مثل جنوبانی این اتاق بهترین لوکس‌ترین هتل آلم بزنیم. اگه من باختم خب اون میخونه. خب ای شما باختی خواهد میخونی بمیز. شیشا بش این شکری سبان یخ باختی باید بخونی. فاطمه کیه؟ ملاقاتی داره؟ بده شخص مدرسه بگو. ملاقاتی داری؟ کیه بگو؟ دو نفره، یه آدم یه حیوان. اسمشون چیز بگو؟ مونس و مخمل. بپر بیرون، بپر دور ببین کیه. الو؟ کی؟ من کیم؟ من منم اون 93 نونور حرف بزنه. سلام عرض میکنم، ارادتمند 93 در خدمت گذاری حاضرم. هیچ معلوم هست کدوم گوری هستین؟ چند روزه میرزا قشمشم؟ چیه؟ چه خبرته؟ هنوز هیچی نشده داری ذره ترک میشی و دنبال سوراخ موش میگردی؟ حقیقتاً آدم های ترسوی مثل تو مرگ براشون بهترین موهبته. همین دوره برام منتظر اوامر بودم. خود سرکار به من فرمودید تا کارا رو به راه نشد و آب از آسیاب نیفتاده چند روزی آفتابی نشد. پاشو بیا، پاشو بیا یه جو جوهر نشون بده و یک عمر نونشو بخور. ممکنه جسارتن عرض کنم که کم و کیف این کار جدید در چه مایه؟ نکنه این دفعه باید قاطبه رو جای آمریکایی جا بزنیم. جا زدن که دیگه ریشش در اومد، زبون بسته. قاطبم تو زندون داره قنباد میاره. از ترس چک و سفتایی هم که تو دست و بال ما داره هنوزم جیکش در نیمده. پاشو بیا، این که من میگم یک کار دست اول و جدیده. یک کاریه که اگه به دست کاردان بیفته تا آخر عمر کارش رو به راه و حتی نوه و نتیجه هاشم احتیاج به هیچ کار دیگه ای ندارم. ممکنه جسارتن عرض کنم که این کار در چه مایه‌ای هست؟ تو مایه نون بیار کباب ببر. آره آره، باشه بیا اینجا تا خرفهمت کنم. بیا این کار جدید. ها 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 ها